سلام میگویم بر همه شما. این جلسه دوم ماست. در جلسه نخست بحث کردیم در این مورد که دین چیست و دولت چیست و چه میل ترکیبی وجود داره میون اونها، پیش از عصر جدید چه رابطه‌ای با هم داشتند و چه میشود که پس از عصر جدید این رابطه تنش‌زا می شود. گفتیم که دین، بحث کردیم در این مورد که دین تصوری رو پیش می گذاره از جهان و نیروهای ماوراء الطبیعه و در این تصورش و در احکامی که در مورد روابط انسان‌ها صادر می کنه، در برخی دین ها بیشتر، در برخی دین ها کمتر، در حال یک ساختار قدرت رو مبنا میگذاره و یک ساختار قدرت رو تجویز میکنه. در این ساختار قدرت چیزی، کسی، پدیده‌ای، مکانی، زمانی فرادست میشه و چیزی، کسی، مکانی و زمانی فرودست میشه. حتی نجس میشه، منفی میشه، مکروه میشه، حرام میشه. یعنی این تبعیض رو، این بعضی در برابر بعضی رو دین با این نگاهش انجام میده. مبنای دولت هم ساختار قدرته. هر دولتی بر مبنای ساختاره کوشش میکنه ساختار رو تقویت کنه، ترمیم کنه، تداوم ببخشه، تجویز بکنه. پس یک میل ترکیبی وجود داره بین این دوتا نیرو، بین این دوتا نهاد، بین این دوتا پدیده به اعتبار فونکسیونشون، به اعتبار کارکردی که دارند. مبنای هر دو و مسئله هر دو به نوعی ساختار قدرته و در نتیجه حس میکنن مسئله یکسانی رو گاهی در حل میکنن و در نتیجه جذب یک دیگه میشن. تا پیش از عصر جدید این جذب شدن، این ترکیب شدن چندان مسئله ساز نبود. خیلی طبیعی اینها در فرهنگ های مختلف به شکل های مختلف رفته بودن توی همدیگه. مسئله وقتی بروز کرد که ساختار قدرت شروع کرد به دگرگون شدن و نگرشی که مردم، انسانها به قدرت داره. تو این تغییراتی که رخ داد به ویژه از در عصر جدید، یک عامل خیلی مهم بود اینه که مردم دیگه منشأ الهی قدرت رو نمیپذیرفتن. گذاشتن این ایده رو که قدرت سیاسی، شاه، سلطان، رهبر، پیشوا، اینها یک منشأ الهی دارن، این رو گذاشتن کنار و گفتن منشأ قدرت در نهایت مردمه، باید از مردم بر بیاد، در خدمت مردم باشه، برای حل مسائل مردم قرار بگیره. این نگرش که ایجاد شد، این رابطه دین و دولت رو تنش‌زا کرد. البته یک فاکتور هست، فاکتورهای دیگه هم وجود داره، رقابت ها، ستیز ها، انشاب ها که مورد به مورد و فرهنگ به فرهنگ و کشور به کشور فرق میکنه. ما اینجا به روندهای کلی چیز کردیم، توجه کردیم. پس یک تقابل اساسی که وجود داره سر منشأ قدرت میتونیم اینطوری فرموله بکنیم که
تقابل میان ایده دموکراتیک، ایده دولت دموکراتیک و ایده دولت دینی که منشأ قدرت رو الهی میدونه، این تقابل هست که بحث سکولاریسم رو برانگیخته. بنابراین همواره مسئله ای که کانونی بحث سکولاریسم این هست دوستان، منشأ قدرت کجاست و قدرت در نهایت باید به کی پاسخ بده. وقتی که ما وارد این بحث سکولاریسم میشیم، کتاب های رو که میخونیم میبینیم که مدام با یک سری اصطلاحات مواجه میشیم که من برخی از اینها رو برای شما روی تخته آماده کردم. مثلا در مورد لغت دین مدام استفاده میشه، مدام بحث میشه که دولت چیه، اصطلاح جدای دین و دولت رو مدام میشنویم، خیلی برمیخوریم به اصطلاح عصر جدید، اصطلاح مدرنیته رو میشنویم، اصطلاح سنت رو، اصطلاح اصلاح دین رو میشنویم، بعد کلمات همخانواده ای رو میشنویم مثل سکولار، سکولاریزم، سکولاریزاسیون، سکولاریته به فرانسه، بعد لغت لائیک رو، لائیسیسیزم رو و لائیسیته رو میشنویم. اینا اصطلاحاتی هست که ما مدام در این بحث باهاش با اونها مواجه میشیم. ما در این جلسه میخوایم این اصطلاحات رو تعریف کنیم، نه تعریف دانشنامه ای لغتنامه ای، بلکه تعریف های کاربردی. میخوایم ببینیم پشت این مفاهیم چی هست و اون نکات نظری که لازمه برای اینکه ما این مفاهیم رو بشناسیم، برای اینکه بهتر از کتاب ها و نوشته ها بهره بگیریم. میخوایم این موضوع کار ماست در این جلسه. در مورد دین و دولت یک مقدار جلسه قبل صحبت کردیم، تا حدی که به بحث سکولاریسم کمک کنه. مایلم یک در اون بحثایی که کردیم یک کمی دیگه نکاتی رو من اضافه کنم در آغاز در مورد دین و دولت. یه مقدمه چینی بکنم که همه شما این تجربه رو دارید حتما. هیچ متوجه شدید که خدای انسان‌های مؤمن شباهت‌هایی به خودشون دارن؟ بسیار دیده ایم مادر مهربونمون رو، پدر مهربون رو، که خدایی رو هم که داره بسیار شبیه به خودشه. یعنی بخشنده است، در هر حال کمک میکنه، خشم نمیگیره، مواظبه، غمخواره. در برابر ما به انسانهای ستمگری هم برمیخوریم که این روزها در رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی کافی روشن کنیم، فوراً چهرهاشون رو میبینیم که خداشون هم خدای بسیار ستمگریه و قهاریه. و وقتی هم این خدا رو توصیف میکنن معمولاً با این لغتهایی که درش قهر وجود داره، علارغم صحبت از مهربانی و رحمت و بخشندگیش، ولی این عنصر قدرت، اقتدار و قهر زیاد است. ممکنه شماها به احتمال بسیار به خاطر ندارید، انقلاب که شد و اون کشت و کشتارها و بعد اون کشتارهای سال 60، هرگاه پیچ رادیو رو باز میکردی اینا یک اعلامیه میخوندن و این اعلامیه ها معمولا اینطوری شروع میشد: بسم الله القاسم الجبارین، بسم المنتقم. یعنی همش
در واقع این عنوان ها و این اصطلاحات به کار برده می شود. این پدیده رو خیلی وقت پیش یک شاعر یونان باستان دیده بوده، یعنی این شباهتی که بین فرد و خدای خودش وجود داره و این رو حتی تعمیم داده بوده و یک تزی رو میاره به اسم انسان انگاری که هنوز که هنوزه در بحث ادیان این تز مطرح است و در مورد صحبت میشه. این شاعر که ما درش در مورد صحبت میکنیم اسمش از گزنوفانس. گزنوفان پیش از سقراطینو میزیسته، یعنی نگاه کنید 570 پیش از میلاد متولد شده و 475 پیش از میلاد درگذشته. از این یک شعر به یادگار مونده و این تزش رو در مورد خدایان در این شعر بیان میکنه و در این شعر گزنوفان میگه اگر شیران خدای میداشتند، خدای خود را به شکل شیر میساختند، همچنان که خدایان مردم حبشه سیه چرده و پهن بینی‌اند و تراکی‌های قومی بودند که قبل از جز سکنه اولیه این منطقه که ما به اسم روم میشناسیم در اونجا ساکن بودن. میگه تراکیا خدایان خود را موبور و چشمابی تصور میکنند. در بخش مشهوری از این شعر گزنوفان میگه اگر گاوان، اسبان و شیران دست میداشتند و با دستهایشان نقاشی میکردند، خدای خودشون رو اگر تصویر میکردن همانند اسبها گاوان، اسبها همانند اسبها گاوان، همانند گاوان نقش میکردن، شیران همانند شیران. به این تز میگن انسان دیسی یا انسان وارگی. یک فرهنگشناس آلمانی داریم، یه تز داده شبیه به یک اعتبار شبیه تز گزنوفان ولی در یک چارچوب سیاسی. این فرهنگشناس بسیار جالب و فرهیخته اسمش هست یان آسمان. یان آسمان که زنده است در اصل مصر شناس آلمانی هست و این یک کتاب بسیار جالبی داره، نوشته هاش خیلی زیادن. این کتاب هست به آلمانی اسمش هست هرشافت اند هایل اند هایل، یعنی سلطه و رستگاری. و این در اینجا یک تز میده به این صورت، نوشته های از فرعون ها رو، فرعون های مصر رو بررسی میکنه، درباره اونها رو، شعرهایی رو که در مدح این فرعون گفته شده و بعد نشون میده که 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال بعد همین شعرها وارد عهد عتیق شده، یعنی مجموعه اون کتاب مقدس که متن‌های کانونی دین یهود رو تشکیل میده. یعنی توجه کرده که این متن که گفته میشده ابتدا برای سلطان بوده
برای فرعون بوده، برای شاه بوده، بعد از یک مدتی میگذرد و تعالی به اصطلاح پیدا میکنه و تبدیل به مت یهوه یا یهوه یا اون خدای بزرگ یهودی میشه. به این تز یان آسمان میگه بازنویسی، یعنی سیاست میاد در دین بازنویسی میشه. ساختار قدرت زمینی میاد بازتاب پیدا میکنه در ساختار قدرت کیهانی، یعنی رابطه زمین و آسمان. این تزی هست که یان آسمان در این کتاب مهم و بسیار بحث انگیزش داده. از این چی میتونیم بیاموزیم؟ از این حالت بازنویسی سیاست در دین. نکته مهم این میشه که الهیات اساساً سیاسی و بنیاد سیاسی داره. یعنی شما در نظر بگیرید یک دعا رو که ظاهراً هیچ ربطی به سیاست نداره، در اونجا یک انسانی اظهار بندگی میکنه نسبت به خدا خودش، ولی شما یک جامعه انسانی رو تصور کنید که در اون هیچ گونه مناسبات بندگی وجود نداشته باشه، انسان ها برابر باشن، در صلح زندگی کنن، کسی فرودست و بالادست نباشه، خشونت وجود نداشته باشه. اگر خدا انسان‌های یک چنین جامعه‌ای بخوان دعا کنند به خدای خودشون، اظهار بندگی نمی‌کنند، چون مفهوم بندگی رو نمی‌شناسن اصلا. از لغت‌های مثل اطاعت استفاده نمی‌کنند. لابد یک جور دیگه‌ای اگر ایمانی داشته باشند، یک جور دیگه‌ای این ستایش رو انجام میدن. یعنی ما در حتی این دعاهای ساده مفاهیم سیاسی میبینیم. هر مفهومی که به سلطه، به قدرت، به بندگی، به اطاعت، به دستور، به حکم، به برتری، به فرودستی، هر چی به این مفاهیم برگرده، اینا مفاهیمی هستن سیاسی و منشأ زمینی دارن که میاد بازنویسی میشه در حوزه دین. این خلاصه تز بازنویسی بود. ما دو حالت رو میبینیم، یعنی یک جایی هست که سلطان مقتدر رو داریم و سلطان قهار رو و اون خشونت و غضب شاهی رو، و این سلطان میاد دید خودش رو، اندیشه خودش رو بازنویسی میکنه در حوزه دین و دینی ایجاد میشه یا فرهنگ دینی ایجاد میشه بر اساس سلطه، بر اساس تبعیض، بر اساس خشم. در عصر جدید اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته آزادی خواهیه، دموکراسیه. انتقاد از خشونته، انتقاد از سلطه است، انتقاد از تبعیضه.
همین ایده های سیاسی بازنویسی میشه در حوزه الهیات، در حوزه دین. انسان مدرن دموکرات دیگه نمیتونه بپذیره دینی رو که گروهی از مردم رو نجس اعلام میکنه، در مورد زنان تبعیض برقرار میکنه، خشونت رو روا میدارد، قانونش قانون قصاص هست، یعنی بر اساس اون خشونت قبیله‌ای وجود داره، معتقد به اعدام، قطع دست و پاست، کور کردن چشم. انسان مدرن نمیتونه بپذیره اینا رو. یعنی انسان مدرن همینطوری که آزادی رو و این دموکراسی رو میاد درونی میکنه، شروع میکنه این الهیات رو بازنویسی کردن و اون الهیات گذشته رو نقد کردن. من نمیگم به بیدینی میگرود یا ضد دین میشه، ضد اصلا صحبت اینا نیست، بازنویسی میکنه، یعنی تفسیرهای دیگه میده. این تفسیرها و این خواستها که این خواستهای دموکراسی، یعنی انسان دموکرات مدرن در آسمان هم دموکراسی میخواد برقرار کنه و این کارو میکنه. یعنی کلیسای کنونی کلیسای 400-500 سال پیش نیست. کلیسای کنونی تفسیری که از خدا میده، کوشش میکنه اون وجه بسیار مهربان و بخشنده و رحیم خودش رو نشون بده. در صورتی که شما برید نگاه کنید تصوری رو که ژان کالوین داشت از مثلا خدا، و بعد ببینید که اون تصور، اون دستگاه ظالمانه رو که در ژنو ایجاد کرده بود چجوری بود، یا برگردید به دوران انکیزیسیون در اسپانیا. پس مسئله اینه. الان ستیز هم در ایران، ستیز بر دو تلقی از خداست، دو تلقی از دین هست و دو تا انتظار و دو تا خواست هست. یکی میخواد دستگاه سلطان رو حفظ کنه، ولی یک جریان وجود داره ضد اقتدار در مفهوم سنتی کلمه است. خب گفتم، بنابراین ما وقتی از الهیات صحبت میکنیم این چیز سیاسی رو میبینیم و میبینیم یه نقطه چرخشی وجود داره از یک الهیات به یک الهیات دیگه، که این نقطه چرخش رو به عنوان عصر جدید تعریف کردیم. تا کنون ما اون چه که من در این جلسه گفتم ملحق میشه به گفته های من در جلسه نخست در مورد تعریف دین و دولت. حالا میپردازیم به این که لغت مهمی رو که داریم که عصر جدید چی هست. عصر جدید حدوداً از قرن 16 آغاز میشه. شما توجه بکنید که در تاریخ یک محدوده دقیق وجود نداره که ما بگیم از اینجا شروع میشه. مثلا ما میگیم مثلا استان کرمان اینجا پایان میپذیره و اینجا مثلا استان یزد شروع میشه. خب قراردادی یه تابلو میذارن میگن که به استان یزد خوش آمدید. در تاریخ و در دوره بندی ها ما چنین تابلوهای فیکسی نداریم که بگیم شما در حال ترک قانون وسطا هستید، اکنون به عصر جدید خوش آمدید. چنین چیزی نداریم دوست. و ولی یک توافق، یک قرارداد حدودی هست. برخی انتقاد میکنن، میگن که حتی تاریخ اروپا رو اگر ما بررسی کنیم، ما بهتر قرن 13 رو معیار بگذاریم، چون در قرن 13 اتفاقهای میفته مثل
این دوره‌ای که شهرها شکل میگیرن به یک سرانجامی میرسه، به یک کیفیتی میرسه، چه شهرهایی مثل پاریس، مثل کان، این شهرها شکل میگیرن در اون دوران. بعد گسترش فرهنگ مکتوب رو داریم، بعد یک مجموعی از نوآوری های تکنیکی رو داریم، مثلا در عرصه کشاورزی، بعد در آبیاری. اصلا در قرن 13 هم اصلا میگن یک انقلاب کشاورزی در اروپا رخ میده و اضافه تولید کشاورزی صورت میگیره. اما معمولا برای شروع عصر جدید میان این چیزها رو مبنا میگیرن، مثلا میگن کشف آمریکا، دریانوردی، گسترشش، وسعتش، تکنیکش، اختراع فن چاپ. بعد به لحاظ جامعه شناسی میگن که شکل‌گیری تدریجی طبقه شهرنشین که با خودش فرهنگ دیگه میاره و شهرنشین قبلا شهر در داخل یک با یک برج، برج و بارون مشخص میشد، با برگ مشخص میشد و شهرنشین کسی بود که در این برج یا در این محدوده زندگی میکرد، در نتیجه میشه بودن بورژوا. بورژوا یعنی شهرنشین. و به هم خوردن این نظام سنتی رو داریم. و بعد در اروپا اتفاق خیلی مهمی میفته، رفورماسیون رو داریم، یعنی اون انقلابی بود که با لوتر شروع میشه و شکافی که رخ میده در دنیای مسیحیت و بعد در ادامه خودش بر اثر عوامل مختلف از جمله شهرنشینی، از جمله مبارزات طبقاتی که در میگیره، از جمله به دلیل رفورماسیون، این رابطه سنتی دین و دولت به هم میخوره. چرا اصطلاح عصر جدید موجهه؟ موجهه از این نظر که پیش از اون یک روابط پایداری شکل گرفته بوده در ساختار قدرت و این روابط پایدار به صورت روابط بنده و ارباب بوده، رعیت و ارباب بوده در روستا، به صورت سلطان و رعایا بوده. بعد در کنار سلطان یه دستگاه دینی داشتیم، اقتصاد معیشتی بوده و فرهنگی هم که وجود داره فرهنگ دینیه و هیچ چیزی خارج از این فرهنگ وجود نداره و کاهنان مرجع اصلی هستن. اینا مشخصات عمومی دوران پیش از عصر جدیده. وقتی که این نظم به هم میخوره، ما صحبت از آغاز عصر جدید میکنیم، نظم در ارکان اصلی خودش. یکی از اتفاقات میگیم درک انسان شروع میکنه به سکولار شدن، یعنی مفاهیم این جهان رو با خود این جهان شروع میکنه توضیح دادن. چه اتفاق میفته؟ پزشکی جدید شکل میگیره، نجوم جدید شکل میگیره، فلسفه جدید شکل میگیره که یک توضیحات دیگه ای با خودش میاد. و بعد اتفاق خیلی مهمی که در میگیره رفورماسیون است. رفورماسیون یعنی اصلاح دین و جریان اصلاح دینی خب با مارتین لوتر شروع میشه و
اون عاملی که باعث میشه ابتدا ستیز در بگیره و این قیام لوتری شروع بشه، وقتی که شما بررسیش کنید میبینید چند لایه هست، یعنی فقط یک ستیز ساده الهیاتی نیست. در حد الهیات ستیز به صورت درگیری هست سر مسئله آمرزش. فساد دستگاه کاتولیکی تا این حد شده بود که پاپ برای که پول در بیاره، برای اینکه این کلیسای مشهوری رو که شما میرید در واتیکان الان میبینید این کلیسا رو بسازن، آمرزش نامه میفروختن. یعنی یکی میخواست از گناهانش بخشیده بشه، میرفت یه پولی میداد و یک تاییدیه میگرفت و بر طبق این تاییدیه انگار که گناهانش بخشیده شد. یعنی جوری شده بود که انگار در واقع معامله کرده، یک بنگاه معاملاتی شده این دستگاه. لوتر این تز رو پیش گذاشت که آمرزش در دست هیچ کسی نیست، در دست کشیش نیست، در دست کلیسا نیست. آمرزش اینکه من آمرزیده بشم فقط به لطف خدا بستگی داره، حتی به عمل خود منم بستگی نداره. یعنی اینطوری نیست که من هی نماز بخونم، هی عمل کنم، همه صبح تا شب در کلیسا باشم و تصور کنم خدا من رو میارزه. ما نمیتونیم روی خدا تأثیر بگذاریم، اون طبق تصمیم خودش عمل میکنه. نگاه کنید این تز چقدر رادیکاله، یعنی میزنه زیر در واقع ارکان این تصور سنتی. همین تیز آمرزش رو بیارید الان شما در ایران کنونی، میبینید تموم این دستگاه سلطه دچار زمین لرزه خواهد شد. یعنی بیایید یک نفر بیاد مثل لوتر بگه که این که من آمرزیده بشم اصلا مهم نیست، که من طبق قوانین این دولت عمل بکنم اصلا تابع نیست که من حجاب داشته باشم، تابع نیست که من در این مراسم جمهوری اسلامی شرکت کنم، اصلا تابع این نیست که من تبعیت کنم از ولی فقیه. چرا؟ چون خدای من بزرگ هست و این خدا متأثر نمیشه از هیچ قدرتی. اون هر تصمیمی بگیره در مورد من این هست و تابع نظر بسیج محل، پاسدار محل، آخوند محل و مقامات حوزوی و دولتی نخواهد بود. اگر یکی بیاد این تز رو بگذاره و این تصور رو از خدای خودش ایجاد کنه مثل لوتر، خودت نگاه کنید این میشه یه قیام، این میشه زدن زیر ارکان این ولایت فقیه و کل این سیستم. چون کل این سیستم به این خلاصش این هست که ما نماینده خدا هستیم، ما تصمیم میگیریم که شما در این جهان بر شما چه بگذرد و شما عاقبت به خیر بشوید یا نشوید. ولی یکی بیاد بگه که نه، خدای من بزرگتر از این هاست و خدای من اصلا تابع علی خامنه یا مکارم شیرازی یا این گونه افراد نیست، اون موقع کل این سیستم سلطه به لرزه در میاد. همین کار رو لوتر کرد و اون سیستم سلطه دچار لرزه شد. گفتم عوامل دیگه‌ای هم وجود داشت.
عواملی مثل رقابت‌های درون اروپا، قدرت‌های اروپا، رقابت‌هایی که در درون آلمان وجود داشت، اینکه لوتر تا چه حد یک پدیده آلمانی هست نه یک پدیده لاتینی، اینا همه‌شون مورد بحث شده، قرار گرفته. خب ما در بحث می‌کنیم در مورد مفهوم عصر جدید. ممکنه بگید که خب این چه ربطی داره با ایران؟ عصر جدید مفهومی است که در اروپا ایجاد شد. کاملا درست. و حال این اتفاقی که در اروپا رخ می‌دهد، این اتفاق به اسم عصر جدید، اول اینکه یک محصول مشترکه، یعنی بسیاری از عناصر تمدنی که منجر به عصر جدید شد از جاهای مختلف دنیا جمع شده. یعنی شما فقط یک لحظه تصور بکنید که بدون سیستم اعداد به شکل کنونی خودش که منشأ هندی داره، یعنی وجود عددی به اسم صفر اصلا نمیتونست انقلاب فنی صورت بگیره. یعنی اون اعداد رومی رو به صورت X, I و V در نظر بگیرید، اصلا شما با اون رو جمع و تفریق نمیتونید کنید به اون صورت، با اون نمیتونید جبر داشته باشید، نمیتونید یک حساب پیشرفته ای داشته باشید. یک اختراع بزرگی صورت میگیره با وارد شدن صفر، از هندوستان میاد، بعد منتقل میشه به مسلمان ها و از مسلمان ها منتقل میشه به اروپا. باروت از طرف چین میاد، پزشکی از طرف از ناحیه مسلمان ها، بسیاری از عناصر نجوم از طرف مسلمان ها میاد. اندیشه های یونانی که محفوظ مانده بود در دنیای اسلامی منتقل میشه به اروپا. یعنی میخوام بگم محصول مشترک عناصر زیادی تمدنی جمع میشه و این شانس تاریخی اروپاییان هست که در یک دوره محفوظ میمونن از حملات از بیرون و میتونن این انباشت رو انجام بدن و این انقلاب صورت میگیره. ولی همون مسائل، همون مشکلات در جاهای دیگر وجود داره و به شکل‌های مختلف یک دستگاه سلطه، یک شکلی از سلطه بالاخره زمانی بحرانی میشه و دنیای دیگه شروع میشه در هر کدوم از این فرهنگ ها. خب در برخی جاها رابطه با خارج خیلی مهم میشه در این گذار. مثلا ما رابطه با خارج رو ما میبینیم که از زمان صفویان شروع میکنه گسترده شدن، بعد فروپاشی صفویان رو داریم و یه ترکیب بحرانزای دین و دولت رو که از زمان صفوی شروع شده. بعد ما مدتی جنگ های قبیله‌ای داریم بعد از صفویان و بعدش استقرار قاجار رو داریم، بعد شکست از روس رو داریم و یک دفعه این حسی که دولت مردان پیدا میکنن که گویا جهان عوض شده و این جهان رو ما باید بشناسیم، مثل اون سوال مشهوری که عباس میرزا از یک فرستاده خارجی میکنه که به من بگو ای بیگانه که در جهان چه رخ داده است. در زمان ناصرالدین شاه، اون دوران سلطنت طولانی، بالاخره همه علائم بحران
روشن میشه. فقط ناصرالدین شاه به اصطلاح کش میده این بحران رو، بعد ما میبینیم که بالاخره سیستم فرو میریزه، انقلاب مشروطیت در میگیره و ما این آستانه انقلاب مشروطیت در واقع شروع عصر جدید ایرانی هست. در اروپا ما در شروع عصر جدید یک رویکرد داریم به دنیای کهن خودشون، یعنی به فرهنگ روم و یونان. در علم، در هنر شروع میکنن از اونها تقلید کردن، اونها رو به عنوان سرمشق گرفتن و اونها رو ستودن. ما یک چنین پدیده ای رو نداشتیم. البته در برخی جاها چیزهای شبیه به این داریم. مثلا ما در دوره اکبرشاه از مغولان هند ما میبینیم یه رویکردی شروع میشه به ایران باستان. شروع میکنن متنهای زرتشتی رو پیدا کردن و خوندن و ترجمه کردن و بعد از سانسکریت ترجمه کردن، از پهلوی ترجمه کردن و از ستایش از اون دوران شروع میشه و فارسی نویسی شروع میشه و این جریان که از دربار اکبرشاه گورکانی شروع میشه میاد تا دربار ناصرالدین شاه علائم خودش رو نشون میده که این گرایش. ولی به هر حال اینا بعدش در داخل ایران ما به صورت ناسیونالیسم بروز میکنه و ستایش ایران باستان، که این ناسیونالیسم رو نباید با رنسانس، یعنی اون نوسازی و اون نوزایش یکی گرفت. خب ما اصطلاحات دیگه که در همبسته با عصر جدیده داریم، یکی مدرنیزاسیونه، یکی مدرنیته است. مدرن معمولا از قرن 19 هم این حرکتی رو که شروع میشه، این نگرش نو و به جهان و هنر و سبک زندگی، خودشو به عنوان مدرنیسم معرفی میکنه و اصطلاح مدرنیتی، مدرنیته شکل میگیره. البته این اصطلاح مدرن اصطلاح قدیمیه، ما در آثار قرون وسطایی مسیحی با به لغت مدرن در معنی جدیدش بر میخوریم و این یکی از مشخصه های بارز تفکر اروپایی هست که درش یک زمان آگاهی وجود داره، یعنی میتونه تشخیص بده این کهنه است و این مدرنه. در اسلام، در فرهنگ اسلامی این گونه زمان آگاهی رو ما نداریم. چرا؟ چون تصور بر این هست که ما میبایست خودمون رو هی با اون صدر انطباق بدیم و هی تکرار بکنیم و در شیعه فقط حالت انتظار داریم تا مهدی موعود بیاد. به معنی کهنه و نو چنین تقسیم بندی های در زمان در الهیات اسلامی وجود نداره. در نتیجه این مفاهیم خیلی زودتر در غرب شکل میگیره. مشکل بزرگی که با آخوندها وجود داره اینکه شما نمیتونید مفهوم جدید رو به اینها تفهیم کنید که این یک دنیای جدیدیه و اینا مسائل جدیدیه. حتی در درون خودشون نتونستن به توافق برسن. یعنی مرتضی مطهری کوشش میکرد این تز رو مطرح بکنه که کارخونه و سرمایه‌داری و کاپیتالیسم اینا چیزهای جدیدن و این چیزهای جدید رو نیاز داریم به یک اجتهاد جدید، اینا رو نمیتونیم با مفاهیم قبلی تا
توضیح بدیم. ولی میدونید که این تز رو که مطرح کرد در کتاب اقتصاد خودش، کتاب اقتصاد مرتضی مطهری در جمهوری اسلامی ممنوعه، یعنی این کتاب رو شما نمیتونید پیدا کنید. در نتیجه میبینیم که اینها هنوز که هنوزه معیارشون برای در حقوق، برای اینکه اندازه بگیرن ارزش یک چیزی رو، هنوز با دیبا، هنوز با شطور و نمیدونم دینار و درهم و اینا کار میکنن. یعنی مثلا میگن خونه یک انسان برابر است با چند تا شطور. یعنی هنوز معیارها اینه و حاضر نیستن این معیارها رو عوض کنن و حس زمان، زمان آگاهی در اینا ضعیفه در این موارد. در موارد دیگه قوی هست، یعنی در شیوه های کشتار و اعمال سلطه حاضرن از بالاترین تکنیک ها استفاده کنن که میکنند، ولی در این مسائل اجتماعی و مناسبات انسان ها هنوز در اون چارچوب قبیله‌ای میاندیشند. لغت مدرن رو در دو مفهوم، دو معنا به کار میبریم در گفتارهایی که داریم، یک جا در مفهوم نرماتیو کلمه، یک جا در مفهوم فکتیو. نرماتیو یعنی هنجارگذار. در اونجا هست که از مدرنیته به عنوان یک مفهوم بسیار مثبت نام برده میشه که خودشو با آزادی و دموکراسی و انقلاب‌های آزادی‌خواهانه و روشنگری معرفی میکنه. یک جا هست که اینو فکتیو به کار میبرن، یعنی میگن که اینطوری خیلی ما فقط هر چیز مثبت هست زیر مفهوم مدرن نبریم، بیایم ببینیم مجموعه اتفاقات که پیش آمده چی هست. یعنی ما میبینیم که در این دوران خشونت بزرگی داریم، دو تا جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی رو داریم، یکم و دوم رو، پدیده فاشیسم رو داریم، پدیده که الان وجود داره مثل تروریسم یا فوندامنتالیسم، این خودشون پدیده های مدرن هستند. خود خمینیسم و این اسلامگرایی و این برقرار کردن این سیستم فقط با سنت توضیح دادنی نیست، این یک اتفاقهای مدرنیه، یعنی اتفاقهایی است که در عصر جدید که دین در ترکیب با عوامل مدرن قدرت این جهش رو میکنه و این خواسته ها رو داره و کوشش میکنه که این بساط سلطه رو برپا کنه و این خیلی تفاوت داره با اون، با اون دین سنتی. بنابراین لغت مدرن و مدرنیته همواره اینو بدونید دوستان، ما ابهام‌هایی همراه هست به کار بردنش. شما در مکتب انتقادی مثلا در نزد آدورنو و هورکهایمر برید، اصلا با مفهوم خیلی مثبتی از مدرنیته مواجه نمیشید، کاملا با مفهوم انتقادی مواجه میشید. ولی برید سراغ شاگرد اونها، یعنی فیلسوف بزرگ یورگن هابرماس، میبینی که مفهوم مدرنیته رو مثل گذشتگان دوره روشنگری در مفهوم مثبتی استفاده میکنه و در نتیجه میگه که مدرنیته یه پروژه است، ولی این پروژه هنوز یک پروژه ناتمام است، ولی درک کاملا مثبتی رو میگذاره در این مفهوم مدرنیته. در جریان موسوم به پست مدرن شروع میکنن از این مفهوم انتقاد کردن که از بحث ما خارج میشه. مدرن رو بعض وقتا در برابر سنت، درک مدرن و درک سنتی رو در برابر هم به کار میبرن که برخی وقتا در فارسی از تجدد صحبت میکنن. یک بحث بسیار مهمی وجود داره
که این مهمه. آیا عصر جدید و این مدرنیته حقانیت داشت یا نداشت؟ آیا همون دنیای کهن بهتر نبود؟ آیا مردم در آسایش و آرامش بیشتری به کار به سر نمی بردند؟ آیا واقعا عصر جدید امتیازهایی داره بر عصر کهن؟ اگر داره چیه؟ اگر نه ما پس رفت داشتیم اینا چی هست؟ این یک بحث خیلی جدی و مهمیه و در بحث سکولاریزم هم ما به این بر میخوریم. کسی که میگه من سکولار هستم به احتمال بسیار خودش رو متعلق به عصر جدید میدونه، یعنی برای این عصر جدید یک حقانیت قائل هست، معتقده که در اینجا سامان قدرت به هم خورده و این سامان قدرت که مشخصش دموکراسی خواهی، آزادی خواهی و ضد تبعیض امر مثبتیه و ما باید رابطه دین و دولت رو متناسب با این نگرش عوض بکنیم. کسانی که در مقابل موزه دارن و به اصطلاح سنت خواه هستن، سنت گراه هستن و علیه سکولاریسم هستن، یک تصور آرمانی از گذشتگان ارائه میدن و دید بسیار منفی نسبت به اتفاقات عصر جدید دارن و با مفهوم های منفی در ایران بیان میکنن. یعنی مثلا میگن با غرب زدگی، با استعمار و از دست دادن هویت و کوشش میکنن با این مفاهیم به عصر جدید انتقاد کنن. یک انتقاد مهم این هست که عصر جدید با انقلاب های فنی و این دستاورد های فنی که داشته ابعاد خشونت رو بالا برده، یعنی بمب اتم ساخته شده و باعث شده روی کره زمین ذرات خانه انباشته بشه که میتونه کل این کره رو، حیات بر روی این کره رو نابود کنه. در برابر این چی میتونیم بگیم؟ در برابرش این باید بگیم این یک واقعیتی، یک واقعیتیه که پتانسیل خشونت بسیار بالا رفته، ابزار خشونت به شکل حیرت آور نیرومند شده و ولی از طرف دیگه یک اتفاق مهمی افتاده در عصر جدید. در عصر جدیده که برای اولین بار در طول تاریخ خشونت به عنوان خشونت تئوریزه میشه. جنبش ضد خشونت برانگیخته میشه، خشونت مذموم دونسته میشه. شما بیایید آثار کهن رو بخونید، مثلا بیایید مجموعه شعرها و نوشتهایی که در مورد حلاج وجود داره بخونید، اون کشتاری رو که از حلاج میکنند و اون به اون شیوه وحشیانه که میکشند در ادبیات فارسی وجود داره. در هیچ جا ما نمیبینیم که بیان این نکته رو مطرح کنن که چرا این رو کشتن و این خشونت رو محکوم کنن به عنوان یک امر طبیعی، امر طبیعی که پیش آمده و فقط شکوه میکنن رخ میده. عصر جدیده که میاد میگه این جنایته و ریشه هاش چیه، بررسی میکنه و صحبت میکنه که ما چه کار کنیم که دیگه پیش نیاد. یعنی یکی از مشخصه های عصر جدید این تواناییش هست در این که بیاد خشونت رو به عنوان خشونت معرفی بکنه، دست روش بگذاره، نقدش کنه
و علیهش جنبش بپا کنه. این یکی از برجستگی های مهم عصر جدید که بی نظیر در طول تاریخ و چیزهای دیگه کنار خودش. یعنی این عنصر ضد قدرت، ضد تبعیض، آزادی خواهی، اینا همینطوری در حال رشدن و این امیدواری وجود داره که بتونن این خشونت بزرگ رو مهار کنن. در این حال نیروهای مخوف دیگه ای رو هم این عصر آزاد کرده که بهشون اشاره کردیم. مشخصه عصر جدید گفتیم یکی از مشخصاش سکولار شدنه، یعنی توضیح مسائل این عصر، مسائل این جهان از طریق خودش. و این لغت سکولار یک دفعه که وارد زبانهای اروپایی میشه در یک مجموعه لغات خودشو نشون میده. مثلا میگن سکولار کلرگی، یعنی روحانیت سکولار. منظورشون کشیش هایی بوده که در داخل صومعه زندگی نمی کردن، بلکه بیرون صومعه زندگی می کردن. بعد داریم مثلا سکولار ایژوکیشن، تحصیلات سکولار. یه دفعه یک تقسیم بندی میشه بین مدارس دولتی و مدارس دینی و غیر دینی. بعد در ادامه داریم که ما لغت سکولار استیتس رو، دولت های سکولار رو داریم که میایین از هم جدا میشن. ولی قبل از این در یه صفت هایی، مثلا شما برید باخ رو، مجموعه کارهای باخ رو نگاه کنید، ما میبینیم داریم در واقع سکولار میوزیک داریم که اون مجموعه کارهای باخ هست که برای کلیسا ساخته نشده، اونا در واقع سکولار هستن. خود لغت سکولار رو ما بعداً بیشتر بهش پرداختیم. سکولار به معنی عصریه، به معنی یک پاره زمانی هست و یعنی در زمان اندیشیدن و زمانیت یکی از مشخصهای در واقع دنیویته، چون آن جهان خودش رو با چیزهای فناناپذیر و جاودان نشون میده. این جهان یعنی این جهان خاکی، این جهان انسانی، این جهان به اصطلاح مادی با فنا، با بیرندگی، با زمانیت خودش رو نشون میده. در نتیجه این جهان رو گفتن سکولار هست. یه لغت دیگه هم داریم که مترادف بعضی وقتا به کار برده میشه با سکولار، اونم لغت لایک هست. این لغت حدوداً در لغت سکولار و خواهم خود لغت های سکولار اینا قدیمی تر از لغت های لایک هست. لغت لایسیسیزم حدوداً اواخر قرن 19 پدید آمده، لایسیسیزم، و در فرانسه شکل گرفته. برمیگرده به لغت لایکوس که به معنی غیر روحانی یا غیر کشیش، غیر کاهن است. در ایران یه لغت داریم میگن معمم، یعنی کسی که عمامه داره، و مکلا، کسی که لغت ساختگیه یعنی کلاه داره. در واقع میگن معمم و مکلا، یعنی عمامه دار و کلاه دار. مثلا لایکوس، لای میتونه تقریبا شبیه به این مکلا باشه. البته خب این مکلا اون بار رو پیدا نکرده در زبان فارسی.
لغت های لایک، لایسیته، لایسیسیزم، اینا رو بیشتر در فرانسه به کار میبرن. و در فارسی برخی ها به ویژه این نویسندگانی که تحصیل کرده هستند در فرانسه خیلی گرایش دارن لغت های لایک و لایسیته به کار ببرن و بین اینو فرق بگذارن خیلی دقیق. ولی واقعیت اینه که این فرق هایی رو که گذاشته میشه بیشتر قراردادی هست. یعنی شما لغت سکولار و لایک رو از فرانسه بیایید داخل آلمان میبینید که یک جور دیگه این لغت رو به کار برده میشه و اون تفاوت هایی که فرانسوی ها میذارن مثلا در آلمان گذاشته نمیشه. و در زبان فارسی هم از قرار گرایش بر این هست که بین سکولار و لایک زیاد فرقی نگذارن. ولی من به این فرق اینها در مورد مفهوم لایسیته خواهم پرداخت. فکر میکنم جلسه پنجم جایی که ما در مورد تجربه فرانسه صحبت میکنیم و بعد تجربه ترکیه، اونجا دقیقتر میپردازم به این که فرانسوی ها چی میفهمن از لایسیته. کلن این عصر جدید که ما درش صحبت کردیم جریان بسیار پیچیده ایه و یکی از جنبه های این عصر جدید که سکولاریزاسیون یعنی سکولار شدن باشه خودش یک جریان بسیار پیچیده ایه و نباید اینو ساده کرد. من در اینجا استناد میکنم به فیلسوف کانادایی معاصر چارلز تیلور. این چارلز تیلور که عکسش رو الان روی تخته میبینید خودش یک فیلسوف دموکرات لیبرال با گرایش های مذهبی کاتولیکی هست و یک کتاب بسیار مهمی داره که حدود 10 سال شاید کمتری از انتشارش میگذره به اسم سکولار ایج، عصر یک عصر سکولار. این کتاب حدود 1000 صفحه هست، خیلی کتاب مفصلیه. جذابیت این کتاب این هست که سکولاریزاسیون رو معرفی میکنه نه به عنوان یک داستان بلکه به عنوان مجموعی از داستان ها که میرن در داخل دیگه. یعنی شما یک رودخونه رو تصور کنید که این رودخونه مجموعی از جویبارها به هم بپیوندن و این رودخونه رو تشکیل بدن و این مجموعی از امواج هست و در هر گوشه یک حالت موج دیگه ای داریم، وسط رودخونه، کنار رودخونه و به هیچ وجه ساده نیست که ما اینو بگیم از یک جریان و یک موج و طبق یک روند تشکیل شده. این بافت پیچیده رو داره و این خیلی گسترده است. اهمیت کتاب چارلز تیلور این هست که کوشش میکنه به صورت یک مجموعه داستان این داستان سکولاریز رو به ما معرفی میکنه. این خیلی برای ما ایرانی ها مهمه. اینه که ما هم میخوایم داستانمون رو بیاریم اینجا. یعنی ما اصلا قرار نیست و نمیخوایم داستان فرانسوی ها رو تکرار بکنیم، داستان آلمانی ها رو یا آمریکایی ها رو. ما هم داستان خودمون رو خواهیم داشت و فردا اگر آقای چارلز تیلور عمری داشته باشه و این کتاب رو بازنویسی کنه شاید یک فصلی هم اضافه کنه، بگه که ایرانی هم این نکات رو افزودن بر این مجموعه داستان.
اگر بخوایم دیگه خلاصه کنم، یواش یواش میبایست ما ببندیم این بحثمون رو و بیایم بگیم که این بالاخره این سکولار و این سکولاریزم چیه. تاکید من، توجه من روی صفت سکولار است. سه تا معنی برای این بر می شماریم. اتفاقا در این برشمردن من متکی هستم بر کتاب چارلز تیلور. یک، گفتیم عصری رو ما با این لغت، با این صفت توصیف می کنیم که درون منطق درونمان جهان غلبه پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی ما جهان رو با جهان توضیح بدیم. اگر یادتون باشه دفعه پیش من از رعد و برق مثال زدم، گفتم نگاه کنید در اکثر کتب دینی کهن رعد و برق به عنوان یک پدیده آن جهانی توضیح داده میشه. وقتی که ما عصر جدید میاییم و الکتریسیته و یونیزاسیون و این پدیده رو میشناسیم، ما دیگه توصیف میکنیم و الان هم هر کس دیگه تفسیر قرآن مینویسه، یک موردش رو مثال زدم، کوشش میکنه که نره سراغ اون داستانهایی که ما در تفسیرهای کهن میدیدیم که مثلا یک فرشته است و در این سر و صدا رو ایجاد میکنه، یا بیماری ها رو ما الان از جن زدگی و شیطان زدگی و اینجور چیزها صحبت نمی کنیم. بیماری ها رو توضیح داریم براش که میکروب هست، ویروس هست، آسیب های شیمیایی یا فیزیکی وجود داره که یک حالتی رو ایجاد میکنه به اسم بیماری. برای زلزله، برای همه این پدیده ها توصیف داریم. یعنی زلزله مثلا ما میدونیم که یک پدیده ای هست، حرکت سفره های زمینه و در برخی جا این گسل ایجاد میکنه. خب حالا کسانی دیگه دیده دیگه ای دارن، مثلا معتقدن که خشم الهیه به خاطر بیهجاب ها، یا اینکه وقتی تبعیت نشه از این ولی فقیه یا از این عوامل دینی، این خودش رو به صورت این خشم الهی خودش رو نشون میده. خب یک انسان مدرن دیگه این رو نمیپذیره. علتش چیه؟ علتش این است که حتی اون انسان مذهبی دیگه نمیتونه بپذیره که مثلا زلزله به بیهجابی برمیگرد. دینی به شکل سنتی خودش سستی میگیره. من نمیگم که ایمان دینی از بین میره، اصلا صحبت این نیست. به شکل سنتی خودش توصیف عوض میشه. ما الان وقتی که با یک انسان مذهبی صحبت میکنیم که توی دوستان ما هم وجود دارن در این جلسه نشستن، وقتی در فروم بحث میکنن میگن که من کار ندارم که آخوندها چی تفسیر میکنن، این تفسیر منه از قرآن. دوستان این که یک نفر بیاد بگه این تفسیر منه از قرآن، این یک پدیده جدیده. 300-400 سال پیش کسی جرأت نمی کرد اینطوری حرف بزنه و اصلا به فکرش نمی رسید اینطوری حرف بزنه. بسیاری از مؤمنان در عصر ما دین خودشونو می سازن، دیزاین می کنن. عناصری می بینیم که در اروپا می بینیم، عناصری از هند رو میگیرن، بودیزم رو، زن رو با مسیحیت خودشون، و بعد یه دفعه میبینیم یک جای هم میرن رقص دراویش انجام میدن و
میگن این دین ماست، ما خودمون اینطوری خدای خودمون ستایش میکنیم. این پدیده ها در گذشته وجود نداشته. در گذشته مراجع دینی وجود داشتن و اون مراجع تعیین میکردن که ما چگونه ستایش کنیم. البته همواره جریان های جانبی و آلترناتیو که نه، جانبی که یک جور دیگه ای نگرش داشته باشن در همه اعصار وجود داشته. برای مثلا فرض کنید که شما حافظ رو بخونید میفهمید که این حافظ به هر حال نسبت به اون فرهنگ خودش یک حالت اپوزیسیون داره، ولی اپوزیسیون اون فرهنگه، آلترناتیو اون فرهنگ نیست، یعنی باز زیر اون چتر قرار داره. مفهوم سوم صفت سکولار این هست که یه دولتی رو توصیف میکنه که در اون دولت منفک از نهاد دین. این هم به خاطر این جدایی هایی که در عصر جدید صورت میگیره، نهادهای مختلف تفکیک میشن. نهاد اقتصاد داریم، نهاد بهداشت داریم، نهادهای شهرداری داریم، نمیدونم آموزش پرورش داریم. اینقدر نهادهای مختلفی رو جامعه مدرن تشکیل میده که یکیش هم نهاد دینه. ما در جامعه کهن این دیفرنس ها رو به صورت تفکیک بین نهادهای مختلف رو نداریم. جامعه کهن خیلی ساده است. جامعه مدرنه که این پیچیدگی از تشکیل شده از انبوهی از دیفرنس ها، و یکی از این دیفرنس ها باعث میشه که دین از حالت کلی خودش به صورت مشخص در بیاد و بعد این جدایی صورت بگیره، این سپاریشن به اصطلاح صورت بگیره بین نهاد دین و نهاد دولت. و این وقتی که این رسمیت و قانونیت پیدا بکنه، ما از لغت سکولار استفاده میکنیم. خب این خلاصه در واقع درکیه که ما از مفهوم سکولار داریم. در مورد اون موضوعی که گفته شد که صفت سکولار در مفهوم دوم کلمه، ما تعریف کردیم که یک عصری رو با این صفت توصیف میکنیم که در آن ایمان دینی به شکل سنتی اون سستی میگیره و دیگه اعتقاد به اون دم و دستگاه به اون صورت وجود نداره. اشاره شد به این که این پدیده در گذشته ما داشتیم و به طور مشخص اشاره شد به مثلا در جهان اسلام به پدیده دراویش که یک جریانی بودن که طریقت رو در برابر شریعت میگذاشتن از گذشته و یک فاصله نسبت به فقها داشتن و یک نگرش دینی دیگه ایه. کاملا درسته. یعنی ما اون چیزی که در عصر جدید ما میبینیم خیلی وقتا مصالح اون، ماتریال اون در دوران قبلی ایجاد شده. مثال بزنم در رابطه با اون چیزی که در طی کلاس گفتیم. اگر یادتون باشه من از لوتر و انقلاب لوتری صحبت کردم. خود انقلاب لوتری رو اگر نگاه کنیم که یک حالت انتقاد بر اون فساد دستگاه کلیسایی وجود داشت، ما میبینیم که خیلی پیشتر ماتریال این مساله این آماده شده. مثلا در نزد
فرقه فرانسیسکن، یعنی پیروان فرانسیس قدیس. در این فرقه تصورشون از مسیح به عنوان کسی هست که در فقر زندگی میکرده، ساده بوده، و اینها میخواستن با ریاضت و فقر در واقع اون حالت مسیحی خودشون رو بروز بدن. این گرایش به فقر و این ستایش فقر و این ارج گذاشتن به فقر، در برابرش حالت انتقادی داشتن نسبت به تجمل و اون دستگاه های عظیم کلیسایی که مثلا ما در واتیکان میبینیم در دوران رنسانس، یعنی در قرن 14، 15، 16 اون فضا رو ما میبینیم. این فرقه فرانسیسکان در واقع این فضای روحی این انقلاب لوتری رو آغاز میکنه. یعنی ما خیلی چیزا هست که مصالحش در بیرون وجود، در گذشته وجود داره. عصر جدید باعث میشه از این مصالح کهن اینترپریتاسیون های دیگه ای صورت بگیره، تفسیرهای دیگه ای صورت بگیره. ما همین چیزها رو در هندوستان میبینیم که مذاهب بسیار خشنی در واقع داشتن در متناشون، ولی در عصر جدید ما شاهد این هستیم که تفسیرها و نگرشهای دیگه ای صورت میگیره که چیزی دیگه ازشون بسازن. ولی این صحبت شما درسته، ولی با این اضافه کردن که عصر جدید این رو به عنوان ماتریال استفاده میکنه برای اینکه یک نگرش تازه بدیم. و درویش امروزی به هر حال خیلی متفاوت با اون درویش مثلا دوران صفوی. به هر حال فراموش نکنیم که خود صفویه یک جنبش دراویش بودن، ولی با اون خشونتی که مثلا ما سپاه قزلباش رو و اون شاه اسماعیل رو میبینیم، خب درویش امروزی این خشونت رو نمیپسنده و فاصله داره باش. این رو ما جلسه ویژه‌ای برای این بحث خواهیم داشت. به دوستان علاقمند از حالا میگم که برید و کتاب عبدالله النعیم رو بخونید که توی اون بیبلیوگرافی، اون فهرست نوشته ها پیشنهاد کردم که این کتاب رو بخونید. عبدالله النعیم به عنوان جدیدترین متفکر مسلمانی که امروزه به طور دقیق روی مسئله کار کرده، ایرانی ها تا اون حد کار نکردن روی این مسئله که برخی از پژوهندگان عرب کار کردن، و عبدالله النعیم متفکر سودانی آمریکایی، چون استاد حقوق هست، خیلی از زاویه حقوقی و تئوری دولت به این موضوع پرداخته. تز عبدالله النعیم سازگاری کامل اسلام هست با مبانی دولت سکولار، و تیز عبدالله النعیم این هست که فقط در یک جامعه سکولار بدون مشکل هست. در جامعه ای که سلطان، خلیفه، ولی فقیه، ابن سعود یا هر کس دیگه بخواد دخالت کنه در رابطه خود مؤمن با خدای خودش، این با ارکان در واقع اسلام به عنوان یک ادراک ایمانی ناهمخوان هست. خود همین اینترپریتاسیون، خود همین تفسیر، یه تفسیر مدرنه، چون مبتنیست بر ادراک از اسلام به عنوان یک
ادراک ایمانی و این ادراک ایمانی نمیتونه در یک ساختار قدرت که دینی باشه خودشو بروز بده و شکوفا بشه. به هر حال با این نگرش مدرن که بیانش نمیکنه عبدالله النعیم، ولی اون پشت اون کتاب اون دید وجود داره، برجسته کردن در واقع ایمان هست در برابر فقه، یعنی به نوعی در نهایت برجسته کردن طریقت هست در برابر شریعت. اگر بخوایم اصطلاحات عرفانی ایرانی رو به کار ببریم، این تز رو میده که کاملا اینا سازگارن و اصلا بهتر اینطوری باشه. درست. مسلمون برای اینکه بخواد به اسلامش عمل کنه، اولین کاری که باید بکنه این که یک دولت سکولار تشکیل بده. این تز عبدالله النعیم است. خوشبختانه در ایران هم این حرکت شروع شده و کسانی بودن که شک داشتن ابتدا در مورد کم کیفیت دولت دینی، شک بیشتر شد، این تجربه 30 ساله رو دیدن و شروع کردن و انتقاد کردن و دیگه میپذیرن.